کن اصلا از دوری آبادی پیدا. اگه یه خوده همت کنیم شب میرسیم. حتی زود بریم، یه نفر میخوان بکشن. ناراحت نباش، خوب میشه. آبادی کجاست؟ آبادی ما غریبیم. نه نه آخه نمیدونیم. گفتم نه آبادی نه، من برسونیم به برسونیم به درمیش نتو ولیش. کدوم طرفی؟ اونجا از اون سر بلایی برسیم نستی شده. سالی که نکوس از بهارش پیدا. وای بر من. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی دارم. همون نوشته گرفتاش. خدا آقابت بخیر. زند آقابت همه بخیر انشاءالله رب العالمین. اتفاقی افتاد. این جوان همین نزدیکی ها با تیر زدن. خودش خواست بیاری میشه خدمت شما شفاش بده. خداوند خودش شفا میده. درویشت با کرامت شما نجات پیدا کنه. بخوابونش هم اینجا برگرد. جای دیگه که من ندارم. الله که حالش خوب میشه. بذارید همینجا استراحت کنم. از اینجا تکونش ندید تا من براش مرهم بیارم. چیزی نیست، خوب میشه. والله اسد اگه با این همه خونریزی درویش معالجش کنه واقعا معجزه کرده. زکی اگه تو این معرکه این دو مسقال خون ما به هدر نره معجزه است نه این. اینم کار امروز هم. اینطور که معلومه امشب هم باید تو این کوها بمونیم. اگرچه کلبه درویش کمتر از کوه و بیابون نیست ولی خب قدم مهمون روی چشم ما سفر بود. Oh,
الحمدلله نجات بده کردی. ولی بهتر بود که میمردم. چرا؟ برای اینکه مأموریتی داشتم که دیگه حالا نمیتونم انجام. این مأموریت چی هست؟ چقدر اهمیت داره؟ نجات یک خانواده. اگر از من کاری ساخته بگو. آره اگر از ده دانه عبور کردی. اتفاقا ما همونجا میریم. اونجا با آقای حجاب نظام بگید که محمد و فرهاد خان دیر زد نتونست پیغام شما رو به ارشد سلطان برسونی. هر پیغامی داری بگو، من رشید به سر ارشد سلطان هستم. راست میشه رشید خان، اصلا حاضرم. خب باور کردی؟ آره. بگو حجاب نظام چه پیغامی دادی. حجاب نظام گفتش که هر طوری شده شما رو پیدا کنم. خدا رو شکر که خیالم راحت شد. ای آقا دستم به دامنه، به دالاهو مبادا برید پیش امان. کمر قطعه تو بستن همون فرزن مزاحمش نشید، بگذارید استراحت بکنید. پدر واقعا موجب کردی، باور نمی کردم. مشیت الهی فرزن، مرهم برای زخم و دوای مارگزیدگی برای ما مردم کوهستان خیلی ضروریه. خب پدر، پس او رو به تو سپردیم. ما همه سپرده به خداوند و در پناه او هستیم. برو فرزند به امان خدا. خدا پشت و پناهتون باشه. برید به سلامت. التماس را دارید. سلامت. خیلی سمید. خدا به کسمت. خدا یا خودت به این حاکم. خدا پشت و پناهتون باشه. خدا. خداوندا خودت به تمام بندگان رحم. بری برای دل عمود؟ حالا که حتما باید اونجا بریم، منطقه ما رو که نمیشناسن، ناشناس میریم. به نظرم دلت میخواد ما رو بزنن لطو پر کنن ها؟ خانم بگو چادر حاضره. حالا شیشو بش بیا، تو که سخته برد نیستی بازی کنی. بیا بشی فراد خان، بیا بشین خود بازی کنی. چقدر قور میزنی، همه از که نمیشه تخت بازی کرد، خفم کردی. آخه میدونی قربان وقت نداریم، باید بریم. شما هم ناراحت نشید، امروز آقای حجاب نظام در خدمتتون جور ما رو میکشن، فردام که شما برای شکار به چادر تکید میارید تا غروب در خدمتتون تخته میدن. بسیار خوب باشه، بازی کن ببینم زود باشه. ببنه. بله بله. چهار و سه. باریکالله. در نداره یه وقت قطعه اون راب میفته، خیلی باید مواظب بود. بهش کن بابا، این خر رو باید بی پالون سوار شد تا دهنش رو ول کنی لگد میده. بله خودم دم صاف کن تو قلبش. قرار بود تحقیق کنی اون دو سواری که سر رسیدن چی بودن. سوار کسی وارد ده نشه سپردم، هر کسی ما خبر بدن. حالا این مطلب مهم نیست، ما کارهای خیلی واجبتر از این داریم. ببینم حالا
نمیشه از خاطر این دخترم اویی که ندیدی و نمیشناسیش ما رو به خطر نندازی؟ اینقدر حرف نزن، حوله بده من. پدرم در اومد، بیا اینم اوله. بلند شو بینم، حالا نمیشه توی این صاف مرده دست توی کسی است و نمیشه توی بلند شو بینم، مرده نمیشه. اینا کیا؟ خب آقایون، من دکتر همایون، اینم اسد همکار منه که سالهاست با من همکاری میکنه. ما برای پیدا کردن بعضی از گیاهان طبی و مطالعات امراض بومی به اینجا آمدیم. فرهاد برادر من، این ده هم متعلق به ماست. خوش اومدید. آقایون از کدوم طرف تشریف آوردن؟ لابد از اون طرف، بله؟ از این سم. حالا میخوام یه خود خستگی در کنیم، بعدم بریم به دامنه اون کوه. بله، برای گیاه‌شناسی مجبوریم بزنیم به کوه. بله. اتفاقا حریف تخته خوبی برای خام پیدا شد. انشالله که از بازی تخته نرد اطلاع داری. شوهرم خیلی به این بازی علاقه داره. ممکنه خواهش دارن چند روزی مهمون ما باشین؟ این نهایت افتخار ماست خانم. فرهاد، پس تو با تیمور برو چادرها کارا رو مرتب کن، منم آقایونو به قلعه راهنمایی میکنم. وجودت اونجا ضروریه، تیمور میتونه آقایونو به قلعه ببره. نه، چون من آقایونو دعوت کردم خودم میبرمشون. شما برید. بیا برید. بفرمایید سوار شید، برید. بفرمایید خانم، ممکنه مزاحم بشیم؟ اجازه بفرمایید همینجا خستگیمونو در کنیم بعدم بریم. نه، خواهش میکنم، بفرمایید. بریم بابا دیگه، تو چرونی. یالا اینا کفیف کردی، شاید یه شلوار از خان بگیرن. خان، تا کی نشستی تماشا میکنی؟ این پسر فرهاد با آذر هر کاری دلش میخواد تو این ده میکنن. تا ساعت بریز باز که شروع کردی به این حرفا. آخه خان، تو متوجه جریان نیستی. معلوم نیست این ده چه سری هست که اینا این وضع پیش رو بودن. به تو هم که راست چه نمیگرد. چه سری؟ تو خیال میکنی اینجا گنج بده کردن؟ لابد از گنج هم مهمتره، بلا این همه کشتار رو اذیت نمی کردن. مگه یادتون رفته که چند تا چپور تو اون دره کشته شدن؟ از بس اونجا خطرناکی اسمشو گذاشتن دره مرد. شش است و چهار، گل است و بهار. بفرمایید دکتر، بفرمایید. آقای دکتر همایون، سلام عرض میکنم. به به، خیلی خوش آمدید. خیال میکنم در بازی تخت نردم خیلی مهارت داشته باشم. خیلی خوش آمدید، مزین فرمودید. خواهش میکنم بفرمایید. جناب اسد خان، خیلی خوشبخت شدم. خواهش میکنم بفرمایید منزل خودتون. ایشون معاون آقای دکتر هست. خیلی خوشبخت شدم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم آقای حجابنه، برادر زن مرحوم من. خیلی هم بد تخت بازی میکنند البته. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید آقای. بفرمایید آقای حجاب. خواهش میکنم. آقایون مامورین دولت هستن؟ نه خیر قربان، برای مطالعه بعضی گیاهان طبی به اینجا آمدیم. زمنان اگه فرصت باشه بعد اون نمیاد گردش و شکاری هم بکنیم. چه وقت خوبی تشریف آوردید. اتفاقا ما در یلاقهای اینجا شکارگاه‌های خوبی داریم. دو سه روز دیگه میریم اونجا، شما هم تشریف بیارید در خدمت باشیم. خواهش میکنم. من قبلا فرهاد تیمور فرستادم اونجا رو مرتب کنم. اتفاقا برای آقای دکترم خیلی خیلی خوبه، چون برای جمع‌آوری گیاهای طبی اومدن اونجا، هم همه جور گل گیاه پیدا میشه. متشکرم. والا بیشتر از این نمیخواستیم مزاحم شما بشیم. ما فقط قصد عبور از اینجا رو داشتیم. این مهمان نوازی شما رو هیچ وقت نمیتونیم فراموش بکنیم. اتفاقا این پیش آمد برای ما خیلی مفیده. برای من نهایت سعادت اگه خان شخص واردی رو در محل به من معرفی بکنه تا راجع به امراض بومی اینجا. متشکرم.
توضیحاتی بده. اون وقت با خیال آسوده ممکنه چند روزی در اینجا خدمتتون باشیم و در شکار با شما شرکت بکنیم. آقای حجاب نظام اگه اوقاتشون تلخ نشه از همه ما بزرگتر هستن و هر قد در بازی تخته ناشی هستن در توضیحات استادن، میتونن راجع به امراض بومی اینجا با شما صحبت کنن. منم به این مطالب خیلی علاقه دارم، میتونم به موقعش به شما کمک کنم آی دکتر. متشکرم. سارا خان زهره مار چه خبره باز؟ اومدم بگم خواب تشوردن. بعد از اینکه اومدن خبر میدی؟ برو کارشو. چادرها رو چه خوب تقسیم کردی. از دوری آقای دکتر ناراحتی ها؟ شاید. آخه در این یک سالی که من اینجا چی میخواد بگی؟ میخواستم بگم که بله میدونم، در این مدت یک سال هر چه گفتی انجام دادم، حتی برای به دست آوردن ثروت سرشاری که وعده کرده بودی تو رو برادر خودم معرفی کردم تا هر کار دلت میخواد به راحتی بکنی. درست است، ولی من به عشق تو در دنیا بیش از هر چیز دیگه اهمیت میدم. مغازه کارمون هنوز در اینجا تموم نشده، هنوز نتونستیم تمام املاک خانه تصاحب بکنیم. چطور کارمون تمام نشده؟ مرسی که جایزه دخترش بود قول داده پشت قباله من بمیده. تو خودت بهتر میدونی که اونجا چه گنجی خوابیده. اگه کارمون تمام نشده تقصیر توی نما. تقصیر من نیست، تقصیر خودت که مرتب تغییر عقیده میدی. گوش کن عزیز، اگه به من قول بدی که مال من باشی، من سعی میکنم در عرض یک هفته اینجا رو تبدیل به پول بکنم و کلک خانه بکنم. مطمئن باش. خوشبختانه به موقع رسیدیم و محمد رو از مرگ حتمی نجات دادیم. در هر حال مواظب باش در این حوادث خطرناک دخالت نکنید. مطمئن باشید با من کاری نمیتونم بکنم. آقای حجاب نظام حالا خواهش میکنم بیشتر منو در جریان کارا بذارید. آقای دکتر افسوس که نمیتونم اسرار خانواده خودم رو فاش کنم. دایی جان منم از خانواده خودتونم. من رشید برادرزاده خانم که برای اولین دفعه بعد از 15 سال به محل آبا و اجدادی خودم برمیگردم. رشید بفرمایید، اینم تلفن. تلفن شکسته. پسرم نبادا خود تو بینو بشنست. مطمئن باشید، حالا پس من رو بیشتر در جریان بگذارید. نازنین دخترم اون کجاست؟ ندیدم. از وقتی تو رفتی خیلی اتفاق افتاده. بشین برات بگم. بله یادمه که تو 4-5 ساله بودی، پدرت با برادرش قهر کرد از اینجا رفت. درست همون روزا خداوند یه دختری به عمود داد، مادرتون رو نامزد تو کرد و این طلسم خانوادگی رو شکست. نصفشو به گردن تو و نصف دیگهشو به گردن دخترموت بست. وقتی که اون زن با محبت از قصه دشمنی بین دو برادر جوون مرد شد، تو رو پدرت با خودش برد. خب بعدم رفتی فرنگ. همین وقتا بود که عمود عاشق آذر شد و با این زنی که بی حیا عروسی کرد. چند وقت بعد نازنین کوچولو ناپدید شد. دایی جان چطور ناپدید شد؟ والا معلوم نشد، ولی من گمان میکنم آذر از حسادات سر به نیستش کرد. خب دایی جان این فرهاد کیه؟ این مسیحم یکی دو ساله که اینجا پیدا شده، خودشو برادر آذر معرفی کرده برای تصاحب ملکی که حقا جایزه نازنین هزار حق بازی جنایت میکنه. چیز عجیبی. بله عمو تو که زندگیشو در عشق آذر و بازی تخت نرد میشه خلاصه کرد، چشمسته تسلیم تمایلات آذره. همین روزاست که تمام املاک و دارایی خودشو به آذر سلخ کنه. نمیدونم در این املاک فرهاد چی پیدا کرده که همه اهالی رو به ساتو آورده اونجا و... بله آقای دکتر، شکار ایلاتی خیلی دیدنی، شما باید حتما تماشا کنید.
بله آی دکتر، باید حتما تشریف بیاریم. حالا لابد داشتین از دایتون راجع به امراض بومی تخصیص میکردین، اینطور نیست؟ بله. وقت زیاده، به این زودی که نمیذاریم شما از اینجا بریم. تازه داریم بهتون آنس میدیم. متشکرم. حالا چرا نمیفهمید بشین؟ یا الله. اصد خانگی یک جفت بیارم بازی رو بردم هم بریز ایشالا جفت بشه. جفت نیست؟ پس نگاه کن. این هم جفت. الحمدلله بستن شرفه میشم، راحت شدم. اصد خان یک دست دیگه تخته بازی به سر خان دارم دیگونه میشم، مگه میشه شب و روز تخته بازی کرد؟ آخه قربونت برم. اصد جان تنها با این سرگرمیه که میتونم غم و غصه‌مو فراموش کنم. شما دیگه چه غمی دارین؟ ماشاءالله که از ثروت بی نیازی. زن خوشگلم که دارین. راستی شما اولاد ندارین؟ چرا ازت؟ دختری داشتم ولی خدا طوری اون از من گرفت که هنوز غم اون به دلم باقی مونده. بازی کنی وسط که سر نمیشتم مثل این مهره ها با زندگی انسان بازی میکنی. سلام علیکم. اجازه هست؟ آه فراد خان بیا بشین ببینین اسد خان چه خوب بازی میکنه. خب برای شکار فردا چه کار کردی؟ قربان ترتیب کارا رو دادم، همه چیز مرتبه. شکارتیارم از ویروس فرستادم که شکارا رو جرگه کنه. آفرین سری جسد. سیاه اینم دوشیش مرض میاره. یه دست که با میبری میگه مرض آوردی. چی میگم؟ چون شکار از اون طرف بیشتر میاد، برای اینکه آقای دکترم سر شوق بیان، اون کوماهای جلو مال ایشون. کی میره با آقای دکتر؟ من دکتر رو میبرم که شکار خوبی بتونه بکنه. فراد خان تو و تیمور هم کوماهای وسط رو بگیرید. من و اسد خانم تو کوماهای آخر میریم. ما بقیه همه شکارها رو فوراً جرگه کنیم. زود باشید. حرکت. اون طرف باره راستی دکتر شما اصلا از شکار خوشتون میاد؟ نه از هر نوع شکاری. اما من برعکس از هر نوع شکاری خوشم میاد. شما ممکنه شدین؟ کجاتون درد میکنه؟ اینجا اینجا است دکتر. قلبم. نه قلبتون زیاد ناراحت نیست؟ دکتر چطور نمیتونی ناراحتی قلبم تشخیص بدی؟ آذر آرام باش.
تو شوهر داری؟ شوهر؟ تو اسم اینو شوهر میذاری؟ حق نمیکنه، زن وقتی شوهر کرد مال شوهرشه. زن مال کسیه که قلبش متعلق به اون باشه. راست میگی. چطور شده؟ یه خود پاشون ضرب دیده. حق سر دار. تو که سوارکار خوبی بودی. میتونی تا کومه بیای؟ همین پشته. فکر میکنم. بری. باید خوب شد ها؟ این آقای دکتر واقعا معجزه میکنه. خیالت راحت بشه دکتر، تو اون کمه. تیرانداز خوبی هم نیستی فرهاد، ببین این طور تیر نمیزن. تیراندازی تو جای دیگه هم دیده بودم. خیلی متشکرم خانم که منو نجات دادی. ببینم این چه طرز کار کردنه. همه این شکارا چه رم کردن. کدومتون دی موقع تیراندازی کردی؟ من بودم. از خوردم زمین، تفنگم دارم، پام خیلی درد میکنه. برگردیم به چادره، حالا هیچ خوب نیست. طوری که نشدی؟ نه محمد، زود به بچه ها بگو اسبا رو حاضر کنم برگردیم به چادرها. زود باش. بریم جناب. خان که ظاهرش آدم خوبیه. نه آقا جون، این پسره مثل مار خوشخط و خال میمونه. سریعی که عده شما نیست ازش خوشتون نمیاد. نه به سر مبارکتون، ذاتش خرابه، بی خود و بی جهت از همه ایراد میگیره. خان آذر خانوم هم که بالا حرفش حرف نمیزنن. اصلا نمیدونم چطور شده که قاب اینا رو دزدیده. راستی ببینم اون طرف دره چرا اینقدر رعیت کمه، در صورتی که آب فراوون هم داره. فرهاد اون قدغن کرده کسی اون طرفا نره. حکم رفته تا حالا کشته شده. میگن جن داره. لابد جنی هم که داره اسمش فرهاد خانه. اسد خان. خان داره من صدا میکنه، الان برمیگردم. امون خدا. قربان، تعظیم عرض میکنم. اسد خان کجا بودی؟ بشین بیا تا نهار بیارن چند دست با هم دیگه تخته بازی کنیم. قربان به جان شما، سرما خوردم کمرم درد میکنه. کسی هم نیست که کمرم بمالونه. خب تخت انداختم و کمر صدمه نمیزنه. بریز عشق این پسر کوره کرده، تمام نقشه همونو داری به هم میزنی. تو اشتباه میکنی فرهاد. نه خیر، من اشتباه نمیکنم. یادت کنایه زد گفت تیراندازی قبلا دیده بودم؟ منظورش محمد بود. منم فهمیدم، اما چون ممکنه برای ما خطرناک بشی میخوام بکشم به طرف خودمون. ولی تو دیگه زیاد سر انداخته. چه عیبی داره برای اینکه خیالمون راحت بشه کمک هم داشته باشیم تو این نقشه که داریم اونو با خودمون شریک کنیم؟ موافقی؟
آره موافقم. تیمور. بله فقط. برو با آقای دکتر بگو من مریضم، برای دیدن من بیا. خب من میرم تو لباسم عوض کنم و خودم رو برای پذیرایی از آقای دکتر آماده کنم. اینم یه جفتش. واقعا شانس میاریم. دو با یک. آقای آقا بازی نکن، حالا برید. تیمور چه خبر؟ آذر چطوره؟ الحمدلله حالشون بهتره، اما میخواستن که آقای دکتر یه نگاه دیگه هم بهشون بکنن. گمان نمیکنم احتیاج به من داشته باشن. عیبی نداره آقای دکتر، اصلا وجود دکتر باعث دلگرمی مریضه. یک سری بهش بزنید. برید خونه رو بستی ها؟ بابا افشاری که گرفته بودن. خیلی خوب بازی تو بکن. جفشیش بازی نمیکنم، تاس میگیری. من کجا تاس میگیرم؟ ما که از جای دیگه شانس نداریم. حالا که تخت بازی مفتکیه، هی علکی بور میاد. بازی دیگه بکن. بیا جفشیش. باز بفرمایید آقای دکتر. با من فرمایشی داشتید خانم؟ میخواستم یه کمی باهاتون صحبت کنم. ناراحت نشید، فرهادم از خودمونه، غریبه نیست. من اثری در زندگی ندارم ناراحت بشم. منظورم اینه که بیشتر با هم خودمونی بشیم. موجب افتخار بنده. آخه آقای دکتر شما هم یه خورده از وضع خانواده و کار و درآمدتون برای ما بگید. خوشبختانه در زندگی تنها هست، حقوقم هم کفاف زندگیمون میده. دلتون نمیخواد پول دار بشین؟ چی از پول بدش میاد خانم، ولی اگه در این مسافرت مطالعاتم نتیجه مثبت داشته باشه امیدوارم بتونم آسیامو تأمین کنم. ما میتونیم شما رو صاحب همه چیز بکنیم. خانم ممکنه بفرمایید به چه ترتیب؟ فرهاد تو بی بگو. دکتر که الان خودت نمیدونی ولی روی گنج نشستی. نه نه فهمید، منظورم نفس. نفت، طلای سیاه. من پس از زحمات زیاد بالاخره اینجا معدن نفت پیدا کردم. پس فرض اینکه معدنم کشف کرده باشید مال دولته. چه مانعی داره مال دولت باشه؟ نوازش میدونی که زمینای اطراف این معدن چه قیمتی پیدا میکنه؟ درسته، ولی شنیدم این املاک بیشترش متعلق به برادر خانه، مقداری مال زن سابق خانه که از قرار جهیز دخترش بوده. املاک زن سابق خان چون دخترش سربنیست شده در اختیار خود خانه، مقداری هم که متعلق به خودشه همین روزا قراره به من مصالحه کنه. ولی مانع مهم برادر خان و پسرش رشید هستم. اگه بتونیم این دو نفر رو از بین ببریم میتونیم این املاک رو به مبلغ گزافی یک جا بفروشیم. اتفاقاً دکتر که از اثر جهای سمی اطلاع داره خیلی خوب میتونه به طوری که هیچ کس سوی زن نبره برادر خان و پسرش از بین ببری. از بین بردن رشید و پدرش برای من کار آسونیه، اما به شرطی که سهم قابل ملاحظه ای برای من در این کار در نظر بگیری. شما هر چی بخواید ما حاضرین بدیم. دکتر بالاخره با هم دیگه کنار میان. ولی بعید به نظر میرسه در اینجا ها نفت وجود داشته باشه. من فردا محلی رو بهتون نشون میدم که نفت از اونجا مثل آب میجوشه. همون جایی که حالا نذاشتم پای احدی به فرسه. پس از اطمینان به گفته هاتون حاضرم با تون همکاری کنم. فرهاد خان، خان با شما کار دارم. چی کار دارم به من؟ حالا برو ببین چی میگه، زود برگرد. دکتر بشین باهات کار دارم.
من میتونم به تو اطمینان داشته باشم؟ بعد از این همه صحبت تازه میپرسی؟ نه آخه تا حالا نمیشد. این مردی که اینجا بود نمیتونستم حرفامو بزنم. والا خانم منظورتون نمیفهمم. خواهش میکنم واضح‌تر بفرمایید. آخه این مطلب خیلی مهمه. با زندگی آتی من بستگی داره. مطمئن باشید. دکتر لابد حس کردی چقدر به دلاغ من شدم. اگه به من قول بدی مال من باشی، از بین بردن فرهاد کار خیلی آسونه. میدونید خیلی وقت از پیش شوهرتون آمدم، ممکنه خال مظلوم بشی. تر میکنی؟ بله. دون طرفه همین پایینه دیگه، درست زیر پاده داخلش. دکتر با فرهاد دیروز تو اول وقت رفتن، هنوز بر نگشتن. منم خیلی دلواپسم، میترسم اتفاقی افتاده باشه. خان دکتر مهمان ماست، برای ما خیلی بدایی کسی که به ما وارد میشه براش اتفاقی بیفته. از چرا معطلی؟ چند تا سوار بردارید اطرافو بگردید پیداشون کنید.
پاتون درد میکنه ها؟ بیایید بریم چادرهای ما نزدیکه، اونجا خوب میشین. یواش یواش در چیزی نیست، الان میرسیم. آورده بود اینجا رو بهشتشون بده، ما که همه جا رو گشتیم نبودم. نمیفهمم پس چطور شدم. لابد بلایی به سر دکتر بیچاره آورده و خودش گذاشته فرار کرده. خانم ما شب روز وجب به وجب اینجا رو میگردیم، شما برگردید به چادراتون و خیالتون کاملا راحت باشه. خانم منم با تیمور میرم، من بدون دکتر نمیتونم برگردم. اگه براش اتفاقی افتاده باشه پدرش پدرم در میاره. خیلی خوب تو هم برو. نازنین همینطور گرم گرم بده بنزن بپر. بگیر بابا. بابا چه پاسخیت کن بزرگ پیشونی کلا تموم شد. آقا راحت شدیم؟ پام خیلی زیاد درد میکنه. پوست گوسفند رو کندیم گرم گرم انداختیم به پا، اگه پا تو تکون ندی خیلی دور خوب میشه. ناراحت نباش بابا جون. خیلی متشکرم بابا جون. دیگه باش حرف نزن، بذار بخواه. خیلی خوب باش. Thank you.
خدایی این مهمون ما شفا بده. مجده بدم دختر جون، عرق شد، حالش بهتر شد. خدای من از روز دعای من مستجاب کردی. نازنین دوستش داری. یادت هست دخترم که همیشه خواب میدید با میاد و تو رو با خودش میبره؟ بابا خوشی پاشی. وقتی که خوب شدین از اینجا میری؟ آره. کجا میری؟ مگه من برم تو ناراحت میشی؟ ولی من هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنم. اگه تو بخوای من اینجا فعلت میمونم، جایی نمیرم. از گشنتونی یه چیزی بیارم بخوری؟ نه، تو همینجا فعلت من باز، جایی نه. بیا. گفتم 20 روز اینجا چادر زدیم، هیچ کس هم ندیدیم بالا. از قیافش معلومه داره دروغ میگه. ما بعد چادرها رو بگردیم. چادرهای ما گشتنی نیست، بریم پیکاتون. یالا مثل اینکه این نمیدونه ما کی هستیم. میدونی ما کی هستیم؟ اسد خان. با اینا که نمیشه کلنجار رد. یه وقتی زن آدم کشتن تو این بیابونا، کی به داد آدم میرسه؟ ما دو نفر که از خجینا بر نمیان. بیبریم بابا. نازنین تو رو به خدا من از شر این پوست دیگه نجات بده. پام دیگه خوب شده. خیلی خوب، بشین روی سنگ تا برات برارم. نه ترس نزنی،
میخواستم این گردنبند تو ببینم، خیلی قشنگی، از کجا آوردی؟ بدونم تا از خانواده بزرگ و محترمی بوده. بله آقا، این یک طلسم خوشبختیه که از بچگی گردن این دختر آویزون بوده. تو رو به خدا بگید مگه این دختر حقیقی شما نیست؟ ماجرای طلسمی که گردن نازنینه چیه؟ حالا که شما مرد خوبی هستین و نازنینم به شما علاقه پیدا کرده، حاضرم که این داستان رو برای شما تعریف کنم. گوش کنید. درست یادم نیستش که چند سال پیش بود، ولی میتونم بگم که در حدود 16-17 سال پیش این اتفاق افتاد. بله، گرچه یادآوری خاطرات گذشته خیلی برای من ناراحت کننده است، ولی اون سال قحطی هنوز ایل ما خیلی بزرگتر از سال بود و ما مجبور بودیم برای تهیه علوفه مالامون مرتبا از اینجا به جای دیگه کوچ بکنیم. بله یادم میاد که یک شبی همینجا اتاق کرده بودیم. وضعمون خیلی بد بود و من در فکر تهیه خوراک برای اهالی چادرامو بودم. بله همینطور که من در فکر بودم بی به دست من سپرد و الان بیش از 15 ساله که من از این دختر مثل چشمم نگهداری میکنم. کم کم افراد قبیله ما از بین رفتن، فقط من موندم، نازنین و با چند تای دیگه. این طلسم هم از اون وقت حالا همیشه به گردنش آویزه. آی رئیسیتون کجا؟ باید من اون بره روز کنم. کنه سرشون بیا زود باش. تو رئیسی این قبیله هستی؟ در آدم های من اینجا آمدن بطرسی کردی. قربان یه سوالی از من کردم، منم جوابشونه دادم. همین خیلی خوش آمدید خان. اه؟ توی دکتر؟ اینجا چی کار میکنی؟ تمام کوها رو دنبال تو و فرهاد زیر رو کردیم. فرهاد کجاست؟ نمیدونم، مگه پیش شما نیومد؟ نیومد. چطور؟ ما با هم دیگه بودیم، او از من جلو افتاد، موقعی که من از کوه بالا میرفتم پام لغزید تو دره افتادم. وقت نازنین منو نجات داد. نازنین؟ دختر قشنگیه خان. اینطور نیست؟ دختر بیا جلو ببینم. راستی چیز عجیبیه. چقدر شبیه راضی زن سابق منی. گفتی اسمت نازنینه؟ اسم گفت شده من هم نازنین بود. از کجا که نازنین همون دختر شما نباشه؟ نازنین دختر اصلی و حقیقی خودتونه. اینم دلیلش. نازنین دخترم، خدایا به درگاهت شکر. چه قشنگ و زیبایی دخترم، اینن مثل مادره. دختر عزیزم، دکتر تو گم شده من رو پیدا کنی. نازه آه دختر عزیزم، دکتر تو گم شده من رو پیدا کنی. نازه بابا من بابا جنه
نازنین من، از این به بعد به جای غم و قصه ایش و عروسی و شادی خواهیم. نازنین تو نامزد خوبی هم داری که از سرنوشت تو اطلاعی نداری. قرار همین روزا به سراغ تو بیا. اون رشید پسر عموته که مثل تو نصف این طلس به گردنشه. نازنین دخترم، دیگه رنج و زحمت تو هم تموم شد. منم خیلی خوشحالم که بالاخره نازنین پیدا شد. اونو مثل دختر خودم دوست دارم. نازنین، آذر نامادری توه ها. منم خوشحالم که امانتی شما رو بعد از سالها صحیح و سالم بهتون پس میدم. ممنونم. از این به بعد به جای برادر من خواهی بود. بریم بچه ها، بساط عیش و شادی رو راه بندازیم. الحمدلله فرزندم پیدا شد. این همه ملک و املاک بعد از من صاحب پیدا کرد. بریم. تیمور پیدا کردی؟ آوردی؟ بله خانم، پشته. اما آقای دکتر پیدا شده. حالا با اون کار مهمتری دارم. مواظب باش کسی اون برا نیاد. خب؟ چشم خانم. همینجا باش. چشم. تو چند دفعه به من خدمت کردی. اگه این دفعه هم بتونی مشکلمو حل کنی، خیالتون راحت باشه خاطر. همونطوری که به تیمور خان عرض کردم، این مار کلکشو میکنه. ببینم اون علفی که میگفتی مار دوست داره همراه آوردی؟ بله خانم. کجا؟ اینها. بفرمایید، فقط مواظب باشین دست خودتون بو نگیره. مار کجا؟ اینجا. بفرمایید. مطمئنی که ما سراغ کسی دیگه نمیره؟ مطمئن باشید خانم، این ما جای دیگه نمیره. یک راست هوای بوی این علف میره. خب اگه به مقصود رسیدم، انقدر بهت پول میدم که تا آخر عمر راحت زندگی کنی. خدا عمر عزت چه زیاد کنی. زود برو تو اتاق من، حالا همه میان اینجا، بعد هم دیگر رو میبینیم. باشه. به به نازنین، ماشاءالله چقدر خوشگل شدی. این لباسم خیلی بهت میاد. نه ترس، نمیخوام این تلسمو از گردنت باز کنم. ببین این گردن بند رو بنداز گردنت تا تو جشن خوشگل تر بشی و بیشتر جلب توجه کنی. نازنین، تو جست جای تو اینجا. اینجا
دیگه نمیشه طول داد. من بردم ایش بیشه در این شفاعلی. آدم! ناراحت نباش، ناراحت نباش، آرام باش، آرام باش عزیزم، آرام باش. بیا پسر، من میرم ببینم چطور شده. تو قدری استراحت کن عزیزم، فوراً برمیگردم. بیخیالی بیشتر برای مال دنیا. موندن ما اینجا صلاح نیست. هرچی جواهر داری زودتر جمع کن تا نایمدن از اینجا فرار کنیم. یالا مطل نکن. گفتی که جواهرات همو بردارن تا با همیگه فرار کنیم. آره بعد نگفتی تو زودتر برو از بار حاضر کن. من همین الان میام. خیلی خوب. تیمور برا دیگه کار از کار گذشته. برو پیش درویش وفا علی به خان خبر بده که فرهاد حجب نظامو کش و آذر رو به زور با خودش برداشت برد. فهمیدی؟ فهمیدم. از کدوم طرف میدی؟ نمیدونم، فکر میکنم از طرف آبشار بزرگ. خیلی یک کمی از این شیر بریزید دهنش. این گردنبند کی به این دختر داده بود؟ والا نمیدونم پدر جان. این گردنبند ازش دور کنید. خدایا بندگان گناهکار و مقصر تو ببخشا. قارلاها از گناهان اونها درگذر. اونها رو به راه راست هدایت فرما. خدایا بندگان مریضت رو شفا بده. دختر عزیزم حالش چطوره؟ درویش حال دختر من خوب میشه. عمر بندگان خدا به دست خدا. عمر دختر شما هنوز باقیه. انشاءالله که خوب میشه. دکتر یک دفعه دیگه سعادت دخترم و مدیون شما هستم. خان شما نجات نازنین باید مدیون درویش باشید. واقعا معجز میکنه. حالش خوب میشه، مطمئن باشید. انشاءالله که حالش خوب میشه. تو خبر تیمور چه نشستی فرهاد و جردیزان رو کشت و آزار خانم برداشت برد؟ چی میگی احمق؟ نفهمیدی یک کدوم طرف هستن؟ چرا مرا رو بهتون نشون میدم؟ بس کن منم با سوارا بیام. نه شما پیش نازنین باشی، اونو تنها نذاری. من میرم تکلیف فرهاد رو معلوم بکنم، آزار خانم رو میارم. پس از بیا بریم. زود باش بیا. استراحت کن دخترم، ناراحت نباش. دکتر مرد خیلی حسابیه، اون چی گفته انجام میده. کاش نامزده تو هم مثل اون بود.
خسته شدم دیگه، نزدیک غروبه، میترسم هوا تاریک بشه، بهتره همینجا نزدیک آبشار بمونم. خیلی خیلی خودشون زینه ببرم، زین نیست که وامونده. بیا پایین، دست بدن یواش. با این جواهرات داریم فرار میکنیم، میره بجه خوش میگذاریم. دوست دارم، گفتم که ازت خوشم بمیاد. ولی من از تو خوشم میام. یاد میکنی برای چی آمدن این فکر مرمونت من بود. آذر با خودش یه هفتیر داشت، حتما اونا در همین نزدیکی هستن. بریم اونجا با اسد همونجا سنگر بگیریم، من از راه دیگه میرم ببینم چه خبره. بیا صفنگ من میندازم تو دبی دلو ده، اگر راست میگی بیا جناده بس وقت میترسی ها بیا Thank you.
دکتر تو چرا برای من خودتو به خطر انداخت؟ من یه مسئله جانم به شما مدیون بودم خانم. خیال میکردم منو دوست داری. بریم تا شب نشده به قلعه برسیم، همه منتظرم. الحمدلله بعد از سالها برادرم با من آشتی کرده، خبر داده داره میاد پیش ما. باید که استقبال گرمی ازش بکنیم. راستی که خوبه ما هم بساط عروسی نازنین رو با پسرموش را بندازیم. باریکالله باریکالله آذر جان، همون کاره میکنیم. تو همیشه فکرهای خوبی داری. آقای دکتر، این عروسی خیلی تماشاییه. شما از آداب و رسوم عروسی کردید اطلاعی ندارید؟ خیلی جالبه. میدونم خانم، ولی متاسفانه من... نه آقای دکتر، بهانه نیارید. شما دیگه جز خانواده ما هستین، حتما باید باشید. متشکرم. نمیدونین چقدر تماشاییه. عروس و داماد باید هر دوشون صورتشون رو بپوشونن. داماد عروس و سواره از بین همراهاش میدوزه و با خودش به هجله میبره. همین که تو هجله داماد صورت عروس رو دید و برای اولین بار بوسید، اون وقت باید یک تیر شلیک کنی. بله، تا حدی از این مراسم خبر دارم.
ولی متاسفانه در این مدتی که خدمت شما بودم هیچ کاری نتونستم انجام بدم. حالا که شما دارید میرید برای من فرصتیه که با اسد اینجا بمونیم مطالعاتمون تکمیل کنیم. فکر نمی کنم بتونم در رابطه شرکت کنم. اگه خان اجازه بفرمان همینجا بمونیم خیلی ممنون میشیم. اختیار دارید آقای دکتر، با این همه خدماتی که به ما کردید اجازه ما هم دست شما. پس با اجازتون برم به بعضی از کارام برسم. خواهش میکنم بفرمایید. بشین آذر جان، تو سلیقه و فکر خوبی داری. حالا که باید برای پیشواز برادرم به ده مجاور بریم، دلم میخواد به کمک تو برای نازنین عروسی آبرومندی در اونجا برپا بکنیم. چرا اوقات تلخ نازنین از اینکه با پسر عموی شکم گندو سیبیلوس باید عروسی کنی ناراحتی ها؟ شنیدم آدم خوبیه. هر کی باشه فرق نمیکنه. من دلم بخواد زن تو بشم. خوشبختی تو داری اینه که زن پسر عموت بشی. سرنوشت شما دو نفر با طلسم و خوشبختی به هم دیگه بسته شده. کاش این طلسم کردن تو. آقا دکتر، خب من دیگه باید برم. خدافظ نازنین.
آقای دکتر، یه خروار علف چیدن مقدار زیادی هم یونجه قاتیشه. بفرمایی مطالعه کنیم. حالا موقع شوخی کردنه؟ طفلک خیلی ناراحت. این چه جنگولک بازیه؟ دنه دختره رو آب کردی؟ میخواد خودتو معرفی کنی دیگه؟ مگه آذر رو نمیشنسی؟ به محض اینکه موضوع رو بفهمه دوباره کار خراب میکنی. بذار همین جوری کار تمام بشه. من که نقشه ها رنگ و رنگ تو سر در نمیارم. بیا بریم بعد میفهمیم. خواهش میکنم، مرخ جلسه دی، خواهش میکنم. حالا چطوره؟ چه عجب عزیزه را؟ راستی خواستی بیر گذاشت؟ به مناسبت عروسی دخترمه. منم باید خوشگل بشم، نه؟ راستی دکتر کجا؟ جدن مسئول مطالعاته. راستی جشن باشه کوی. تو نمیرفتی؟ والا خیر تو کمرم خوش شده، ولی خوبی دجاش نیست. قربان تخت حاضره، نمیدنی؟ باز دارت برای جوب شیش تنگ شده، ها؟ دونا جان ساس میگیری نماز بازی نمی کنم. راستی بینم کمردارده چطوره؟ تا روغنه رو میمالم راحتم، همچی که تموم میشه درد شروع میشه. متاسفانه اینجا روغن موغنم پیدا نمیشه. آزار زن من مثل مادر نازنین دوست داره. همین الان پشت ایزه منتظره.
نازنین. نازنین. مثل این که پسر تو از مراسم عروسی ما خبر نداره، نمیدونه تا روی عروس دید باید تیر بندازه. نه برادر، پسر من مراسم عروسی ما رو خیلی خوب میدونه. Thank you.